ادامه درس روز قبلی خود که در مورد دو میکانیزمی که حجرات چگونه تخریب میشن صحبت کردیم یکی نکروزس بود دیگه اپاپتوزس امروز در مورد اپاپتوزس صحبت میکنیم میگیم اپاپتوزس انرژی پروگرام دتسل هست یا با مصرف انرژی به شکل پروگرام شده حجرات از بین برن و اپاپتوز زمانی واقع میشه که کسپیس فعال شوم وقتی که کسپیس فال شد میره پروتیز و اندو فعال میکنه. پروتیز انزیمی است که سایتوسکلیتون را تخریب میکنه و اندو دینه را تخریب میکنه. یعنی به خاطر از اینکه اپاپتوز واقع شدم باید کسپیس فعال شدم. کسپیس پروتیز و اندو فعال میکنه و سایتوسکلیتون و دینه تخریب میشن. به خاطر از اینکه این کاسپیس فالس سی پاتوی وجود داره یکی انترنسیک پاتوی اکسترنسیک پاتوی و سی دی 8 پلاس کلینگ پاتوی هر کدام از اینا جداگانه میخوانیم ابتدا در مورد انترنسیک پاتوی صحبت میکنیم که انترنسیک پاتوی را مایتوکاندریال پاتوی هم میگن انترنسیک پاتوی یا انترنسیک یا داخلی یعنی مشکل در دینی موجود است وقتی که مشکل یا تخریب دینی موجود باشه و این حجره بخواد که از سل سایکل عبور بکنه که در سل فیز ام است جی یک اس و جی دو وقتی که این حجره از فیز ام به جی یک بره در اونجا دو دانه چک پاینت است یکی پی پینجا و سی و دیگهش و به خاطر بخاطر از اینکه این حجره مشکل داره دی دا چک پاینتی را استاد میکنه و برش میگن که یا ریپیر کو یعنی دینه ترمیم کو دوباره بیا یا هم به طرف اپاپتوز و سیره روان میکنن در حالت نارمل دو نوه جن وجود داره یکی پرو اپاپتوتیک جن که در این انجام ذکر شده و دیگه انتی ایپاپتوتیک جن در حالت نارمل یا در یک توازن قرار داره یعنی اگر پرو ایپاپتوتیک جن ها یا جن هایی که اپاپتوزس را غاز میکنن فعال شوند و حجره را بخواین طرف اپاپتوز برن یک حجره نارمل را البته حالت نرمال فعلا صحبت میکنیم فعال شوند و حجره را بخواین به طرف اپاپتوز برن انتی اپاپتوتیک جنها در مقابلش موجود است و نمیمانند که حجره طرف اپاپتوزس برن اما وقتی که دینه خراب باشه یا حجره خراب باشه و باید حجره تخریب شود پرویپاپتوتیک جنها اکتیو میشن یا فعال میشن پرویپاپتوتیک جنهای ما دو دانه است یکی بک است یکی هم بکس که در اینجا بکسش تنها ذکر شده و انتیپاپتوتیک جنهای ما بی سیل دو و بی اکس که یا از اپاپتوز جلوگیری میکنن گیری میکنن انتیپاپتوتیک جنها اما پرو جین های ما که شامل بک و بکس بود یا اپاپتوزیس را آغاز میکنند یعنی باعث اپاپتوزیس میشن وقتی که فعال شوند خب ده اینجا به خاطر از اینکه ای, ای دینی از این مشکل داره پرو اپاپتوتیک جین ها فعال میشن که بک و بکس است وقتی که یا فعال شدن این جین ها میرن یک سراغ ایجاد میکنن در مایتوکاندریا داخل مایتوکاندریا سایتوکروم سی هست و این سایتوکروم از طریق از بیرون میشه وقتی که بیرون شد بعد از مراحل مختلف کاسپیز فعال میکنه کاسپیز دو انزیم دیگه را فعال میکنه یکی پروتیز است دیگه اندونوکلیز است پروتیز ما سایتوسکلیتون تخریب میکرد اندونوکلیز هم دینه را تخریب میکرد و حجره طرف اپاپتوز میره یا طرف تخریب شدن میره انترنسیک پتوی بود که بنامه مایتوکندریال پتوی هم یاد میشد انترنسیک یعنی داخلی مشکل دا دینی بود و به مایتوکاندریال میگفتن چون سایت سی از مایتوکاندریال در اینجا میبرن خب در مورد اکسترنسیک پاتوی صحبت میکنیم اکسترنسیک یا خارجی به خاطر خارجی میگن که سیگنال از بیرون میایه و بالای رسپتور تاثیر میکنه سیگنال داخل میره کسپیس فعال میشه و اپاپتوز ساغاز میشه این بسیار یک پتوی ساده هست چیزی که امروی رسپتور وصل میشه او را لگانت میگن هم رسپتورش هست امروی از وصل میشه و سیگنال داخل میره که دا اینجا مثالش تینف داده یا تومور نکرتایزنگ فاکتور کی خودش یک انترلوکین است امروی تینف رسپتور وصل میشه و سیگنال داخل میره و همچنان تینف بنام فست لگانت هم یاد میکنن یک اصطلاح دادن ایره فست لگانت. و با رسپتورش فس رسپتور میگن وقتی که یه امراضی وصل میشه سیگنال داخل میره کسپیز فال میشه در مرحلی آخر کسپیز دو انزایم دیگه پروتیز و اندونیکلیز و اپپتوز آغاز میشه خب پتوی سیومش سی دی پلاس کیلنگ یا هم سایتو توکسیک تیسل یعنی سی دی هشت پلاس هم سایتو توکسیک تیسل هم میگن خب ابتدا در مورد اسم از صحبت میکنیم. سی دی هشت پلاس. خودش چی است؟ سی از کلستر آف دیفرنشیشن گرفته شده و به خاطر اسم بلاش گذاشتن که وقت دانشمندا یک چیزی را در سطح حجره کشف میکردن هم وظیفه از او را از یک زبان و مشترک پیدا کردن. گفتن اگر وقت د در مورد وظیفه از این تحقیق صورت بگیره و یا شناخته شد وظیفه امی چیزهایی را که ما کشف کردیم اسم که ما گذاشتیم مورد تغییر نتن پس یک زبان مشترک برشان باندن که CD فقط در پهلویش یک شماره را اضافه, می... اضافه کردن که CD هشت یا CD4 پس CD یک زبان مشترک هست و دیگر تیسل ماده و تیسل داریم یکی هلپر uh, تیسل داریم، یکی هم سایتو توکسیک تیسل داریم. سایتو توکسیک تیسل ما را CD8 Plus یا CD8 Plus هم میگن. خب وظیفه از ایا چی هست؟ CD8 ما که از ثانیه به ثانیه حجرات بدن ما را چک می کنه. تبابت یکی از فایده هایشی هست که انسان بیشتر به خداوند نزدیک می مثلا چطور یک حجره ثانیه به ثانیه تمام حجرات بدن ما را چک میکنن؟ cd سی دی پلاس که است تمام حجرات بدن ما را توری چک نمیکنه که داخل شوه و ببینه که در دا داخل حجرات چ چیزا ساخته میشه آیا چیزایی که ساخته میشه نارمل است یا غیر نارمل به ای شکل نیست در دا داخل حجره هر نوع پروتین یا هر چیزی که ساخته میشه یک نمونی از این توسط MHC یا Major Histocompatibility در سطح حجره ظاهر میشه یا پریزنت میشه مثلا داخل فابریکه یک یک چیز تولید میشه یک نمونه نمونهش میبرن در دکان یا در پیش که ببینن که داخل, داخل فابریکه چی چیزا ساخته میشه بعدا هم به میشکل، شکل حجراتش وقتی دا داخلش هر چیز ساخته میشه هر نوع پروتینی که ساخته میشه یک نمونهش میگیرن در سطح هم توسط MHC یا Major Histocompatibility پریزنتش میکنن یا ظاهرش میسازن مثلا انتی یک اه, چیز است MHC کلاس و یک نمونه رو میگیرن در سطح ظاهر میکنن البته ای فرق میکنه یه دیگه چیز است خب ظاهرش میسازن و CD8 پلاس یا سایت توکسیک سل میایه او رو میبینه که یه پروتین نرمال است یا غیر نرمال. اگر نرمال بود حجره رو غرز نمیگیره اما اگر ببینه بی در ساعتش یک پروتین غیر نرمال ظاهر شده حجره رو چی میکنه؟ طرف اپاپتوزیس میبره یا حجره چی میکنه تخریب میکنه در خود سایتو تی سل پرفورین گرانزایم است پرفورینش میایه پور ایجاد میکنه یا سراغ ایجاد میکنه گرانزایمش داخل میشه گرانزایمش که داخل شد کاسپیز فرم میکنه پروتیز و اندونوکلیز حجره طرف میره و برای لویزو در مورد ام سی یک اندازه دیگه هم صحبت بکنیم که ام سی دو تایپ داره تایپ 1 تایپ 2 تایپ Uh, تمام هجرات بدن از طریق MHC تایپ یک پروتینا یا هر چیزی که داخلش ساخته میشه پریزنت میکنن و از طریق تایپ 2 سه نوع حجرات تنها پریزنت میکنن پروتینا که داخل حجره ساخته میشه یکی مکروفاج است بی سل و همچنان دندرایتیک سل از طریق MHC کلاس 2 پروتینا خود پریزنت میکنن و برای لویزو MHC کلاس یک هست فنگرپرنت جینیتیکی هم هست مدن او فنگر پرنت یکی امو فنگر پرنت که در انگوشت ماست و دیگه فنگر پرنت جنیتیکی است که ایم کلاسیک کلاس یک است و ای خاطر کار میه که وقتی یک شخص بخواه مثلا کلیه, کلیه ترانسپلانت کنه به یک شخص دیگه ایم سی کلاس یک ای دو دو شخص چک میکنه وقتی که یک اندازه مشابهت در مورد از در ایمیتسی کلاسیک از یا موجود باشه ترانسپلانت انجام میدن. و اگر بسیار متفاوت باشم باز ترانسپلانت نمی کنم و MHC را HLA هم میگن یا Human Leukocyte Antigen هم میره میگن پس ما سه نوع پتویل در اپاپتوز خواندیم انترنسیک، اکسترنسیک و همچنان CD8 پلاس کلنگ یا سی... سایتوتوکسیک تیسل در intrinsic در ایره برمان نام مایتوکاندریال الپتوی هم یاد میکنم دینه دی دمج با موجود است توسط پی پینجا و یا همو چک پاینت سی گیر میکنن توسط دو دانم اه, پروی های ما فعال میشدن یکی بک یکی هم بکس سایت کروم سی از داخل مایتوکندری هم میبرامد کسپیز فعال میکرد و در اینجا بی سیل دو و بی سیل اکس هستن که و آنتی اپاپتوتیک جن هستند شما میبینید که منفی زده. یعنی نمیگذارن که سایتوکروم سی از داخل ها برای و اپاپتوز ساخت شود یعنی یا آنتی اپاپتوتیک جن هستند یعنی از اپاپتوز جلوگیری میکنه. اکسترنسیک پتوی ما را دیت ریسپتور پتوی هم میگن که لایگان تمرای ریسپتور وصل میشد سیگنال داخل میشد کسپیز می میشد بعد از پروتیز و ایندونوکلیز و حجره طرف اپاپتوز می رفت در سایتوکسیک ما هم پرفرین گرانزایم موجود است وقتی که میدید یک حجره غیر نرمال است پرفرین پور ایجاد می کرد گرانزایم داخل می و بعد از او کسپیس فعال می شد پروتیز و اندونوکلیز و حجره طرف اپاپتوز می